به نظر من اینطور نیستش که مثلا خانم کلینتون بیان سر کار یا آقای ترامپ بیان یا هر جمهوری خواه دیگه بیادش یه مرتبه این کار متوقف بشه. به نظر من مشکل سر این دوتا مسئله که ما قبلا راجع به صحبت کردیم، یکی مسئله آزمایش‌های موشکی هستش و یکی مسئله حمایت از حزب الله. روی این دوتا خیلی حساسیت هستش. خانم کلینتون مواضع خیلی حمایت از اسرائیلش خیلی شدیدتر از آقای اوباما هستش، ولی اطرافش کسایی مثل خانم وندی شرمن هستن که اینها مشاورای نزدیکشن و کسایی بودن که برجام رو در واقع شکل دادن. در مجموع من فکر میکنم که روابط یه مقدار تندتر و خشنتر خواهد شدش بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بدون توجه به اینکه کی انتخاب میشه، هر کی انتخاب بشه. و اون خطری که من میبینم ادامه برنامه موشکی ایران هستش که اینها ممکنه اینو دستاویزی قرار بدن و میدونید کنگره منتظر این بهانه ها هستش، دستاویزی قرار بدن که یه سری تحریم بذارن و کار رو به مشکل بکشن.